سلام در سال 2017 یک جسمی در حال عبور از منظومه شمسی کشف شد که اول خب فکر کردن یک دنبالدار یا یک سیارکه ولی مطالعات بعدی روش نشون داد که نه سیارکه و نه دنبالدار از طرفی شکلش هم شبیه هیچ چیزی که تا اون زمان کشف شده بود نبود از دید دوربین های مادون قرمز نامرئی بود و مطالعات روی مسیرش نشون میداد که از خارج از منظومه شمسی وارد منظومه شمسی شده و از همه اون مهمتر موقعی که داشت از خورشید دور میشد سرعتش اون مقداری که باید کم میشد کم نمیشد یعنی انگار یه نیرو محرکه داشت که نمیذاشت جاذبه خورشید سرعتش رو به اون اندازه لازم کم بکنه این ویژگی ها بود که از همون ابتدا این جسم رو تبدیل کرد به یک سوژه جذاب برای رسانه ها تحت این عنوان که یک سفینه فضایی یا یک تکنولوژی فرازمینی در حال عبور از منظومه شمسیه تو این ویدیو میخوام در مورد این شیء عجیب که اسمش آمو آمو صحبت بکنم در مورد آخرین کشفیات در موردش بگم و این رو بگم که اخیرا یک برنامه در حال برنامه که میخوان یک سفینه ای رو به سمت این بفرستن تا اون رو دقیقتر مورد بررسی قرار بده با من همراه باشید به خاطر خطر ای که اشیاء سرگردان توی فضا برای زمین دارن تلسکوپ هایی هستن که به صورت پیوسته هر شب آسمون رو رصد میکنن و به دنبال این اجرای میگردن که ممکنه خطر احتمالی برای زمین داشته باشن در 19 اکتبر سال 2017 یکی از این تلسکوپ ها یک شیی رو دید که ظاهرا تازه از نزدیکی زمین و خورشید عبور کرده بود و در حال دور شدن بود یعنی دیگه هر چی بوده خطرش از بیخ گوشمون گذشته بود و ما نفهمیده بودیم ولی از همون ابتدا یک سری ویژگی های خاص این شی رو برای متخصصین خیلی جذاب کرده بود. اگه یه دنبالدار بود باید یک گیسو یا حاله ای از گاز اون رو احاطه میکرد. ولی هیچ گیسو و حاله ای نداشت نکته بعد این بود که نمودارهای نوریش نشون میداد که باید یک جسم خیلی کشیده یا خیلی پهن باشه یعنی نورش با یه ریتم خاصی کم و زیاد میشد و این یعنی یک جسم کشیده بود که با چرخش هاش اون سطحی که نور رو به سمت ما باستاب میکنه هی تغییر میکرد بررسی بیشتر نشون داد که باید نسبت طول به عرضش یک به پنج یا یک به ده باشه که چنین چیزی تا به حال مشاهده نشده بود بعد از چند روز رصد و دنبال کردن مسیرش متخصصین تونستن مدار اون رو تخمین بزنن و دیدن که مسیرش یک مدار باز حضلولیه بذار توضیح بدم که این چجوری انجام میشه ببینید شما وقتی که چند نقطه از مسیر حرکت یک جسم ناشناخته را داشته باشید میتونید با انتباق منحنی های مختلف روی اون چند تا نقطه اون مسیر و مدار کلیش رو تخمین بزنید معمولا اجسامی که در داخل منظومه شمسی پیدا میشن اون مداری که روشون منطبق میشه یک مدار بسته است حالا یا دایره ایه یا معمولا اکثرشون بیزی کشیده است که میان دور خورشید میزنن و دور میشن و بعد دوباره برمیگردن ولی بعضی از اجرام هم هستن که مدارشون بازه یعنی یه شکل حزلولی داره به صورتی که میان دور خورشید میزنن و بعد دور میشن دیگه هیچ وقت به سمت خورشید بر نمیگردن تا به حال اجرامی که به این صورت کشف شده بود مثل همین داره قرنی که معروف شده بود به اسم سوچینچان اطلس منشأشون همین داخل منظومه شمسی خودمونه یعنی مثلا از اون مدار فراتر از نپتون جایی که ابر اورت وجود داره نشد گرفتن وارد میشن و, و دور خورشید میزنن و بعد دور میشن و دیگه از منظومه شمسی خارج میشه ولی وقتی که مدار این شیء جدید رو مدن دقیق بررسی کردن دیدن یک حذلولی یعنی یک مدار بازیه که اون مسیر ورودش به منظومه شمسی از جایی نیامده که شی اونجا باشه بتونه منشأ مثلا سیاره یا دنباله داری باشه یعنی از خارج از منظومه شمسی اومده و دور خورشید میزنه و بعد هم ازش خارج میشه دوباره این به معنی کشف اولین شیء فراخورشیدی بود که وارد منظومه شمسی شده یعنی این برای اولین باری بود که یک جسمی از خارج از منظومه داره واردش میشه و رصد میشه چون این شیع توسط یک تلسکوپی توی هوایی کشف شده بود از متخصصین زبانشناس هوایی اومدن خواستن که یه اسم براش انتخاب بکنه که اونها هم اسم آموآموآ رو براش پیشنهاد دادن که به زبان محلی یعنی پیامرسان از راه دور همون ابتدا اومدن توی رسانه لام اعلام کردن که این شی هم تو که داره از خورشید دور میشه داره سرعتش زیاد میشه و این یعنی که یک نیرو داره یعنی یک سری موتور داره که دارن بهش نیرو وارد میکنن پس حتما یک سفینه فضایی که مربوط به موجودات بیگانه میشه چون در حالت عادی وقتی یه جسمی داره از خورشید دور میشه به خاطر گرانش خورشید باید سرعتش کم بشه البته درستش این بود که سرعتش داشت کم میشد فقط با اون شتابی که باید سرعتش کم میشد کم نمیشد یعنی طبق اصطلاحات علمی میگن یک شتاب غیر گرانشی داره اگه یه جسمی رها باشه توی فضا و از خورشید دور بشه به خاطر گرانش خورشید یه شتاب مشخص کاهنده ای میگیره و سرعتش کم میشه حالا اگه سرعتش کم بشه ولی اون شتابش با این عدد شتاب گرانشی متفاوت باشه بهش میگن این شتاب غیر گرانشی داره که البته بازم به معنی اینه که یک نیرو محرکی داره که این شتاب رو داره بهش میده این حرکت با شتاب غیر گرانشی یه چیز جدیدی نبود قبلا توی دنباله دارها هم دیده شده بود که دنباله دارها به خاطر اون فوران گازها و موادی که از سطحشون داره اتفاق میفته دقیقا مثل خروج گاز از نازل یک موشک یک نیرویی به اون دنباله دار وارد میشه که باعث میشه یک شتابی پیدا بکنه غیر از اون شتاب گرانشی که در اثر جاذبه خورشید به دست میاره ولی آماما یک دنباله دار نبود چون هیچ گیسو و گرد و قباری در اطرافش وجود نداشت که نشون بده یک دنباله داره و بنابراین این یک معما شده بود برای پژوهشگرا که این شتاب رو از کجا آورده این رو هم بگم که علاوه بر این شتاب متفاوت اون مسیری که برای حرکت این شی پیش بینی کرده بودن و اون مسیری که در عمل داشت طی کرد یکی نبود ای وی که کلا به خاطر ادعاهای مختلفش در مورد موجودات فضایی و کشف تکنولوژی بیگانه ها معروفه یکی از کسایی بود که طی مقاله بظاهر علمی ادعا کرده بود که این شی یک بادبان خورشیدی رها شده توسط بیگانه هاست ولی هنوز توجیهات طبیعی زیادی وجود داشت که میتونست حرکت این جسم رو توجیه بکنه قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ توجیهات عجیب غریبی مثل یک سفینه فضایی و تکنولوژی بیگانه یکی از توجیهاتی بود که این شی میتونه یک کریستال برفی فراکتالی باشه که اشیایی که قبلا کشف شده بودن که میتونه توسط بادهای خورشیدی این شتاب و مسیر حرکت متفاوت رو به خودش بگیره ولی یکی از محتمل ترین توجیهات این بود که این شی یک جسمی که از یخ پوشیده شده و تبخیر این یخه که بهش اون نیروی اضافه رو وارد میکنه و باعث شده که این شتاب و مسیر حرکت رو داشته باشه فرق این فرض با اون فرض دنباله دار بودن و اون جت که از دنباله دار خارج میشه اینه که موقعی که یخ تسعید میشه دیگه هیچ حاله ای رو تشکیل نمیده و هیچ گرد و قباری رو پخش میکنه. در صورتی که توی دنبال دارها اون یخ آمیخته شده با سنگریزه و قبار و اینها و وقتی که یخ تسعید میشه اون سنگریزه و قبار هم توی فضا پخش میشن و اطراف دنبال دار رو یک گیسو و حاله ای میگیره ولی یخ وقتی تسعید میشه صرفا یک گاز بیرنگ میشه که هیچ حاله ای رو اطراف اون جس تشکیل نمیده و همین تسعید سریع یخ میتونه اون نیروی لازم رو به اون وارد کنه اول گفتن که ممکنه یخ هیدروژن باشه چون هیدروژن خیلی سریع تایید میشه و اون نیروی لازم رو میتونه به اون جس بده ولی بعد گفتن که هیدروژن چون خیلی زود تسعید میشه بنابراین توی مسیر طولانی که این جسم توی حرکت بین ستاره ایش داشته در اثر انرژی نور ستاره ها و پرتوهای کیهانی و اینها باید این یخ مدت ها پیش تبخیر میشده و چیزی ازش نمیمونده بعد رفتن سراغ یخ مواد دیگه و برای همشون یک مدلی رو در آوردن که ببینن اگه هر کدوم از این عناصر باشه چه شتابی میتونه به این جسم بده چون هنوز اندازه دقیق این جسم مشخص نبود یعنی از 20 متر تا متر میتونست طول داشته باشه و حتی در بعضی از مدلها تا هزار متر هم تخمین زده بودن بنابراین یه نموداری رست شد که نشون میداد برای هر اندازه و هر ترکیب یخ چه شتابی میتونه بگیره محور عمودی اینجا نسبت شتاب محاسبه شده به شتاب اندازی گیری شده است محور افقی پایین آلبیدو یا درصد باستاب نور از سطح جسم را نشون میده که بستگی به اون جنس سطحش داره و محور افقی بالا هم اندازه اونه یخهایی از جنس آب و دیوکسید کربن و اکسیژن و آمونیاک نمیتونن شتاب لازم رو ایجاد کنن اگه هیدروژن باشه باید اندازه جسم خیلی کوچیک باشه و نئون دمای تسعیدش خیلی پایینه و بنابراین احتمالا قبل از این که جسم ما برسه باید نئونش تسعید میشده اکسید کربن اگه تاثیر بشه گرمایی زیاد ایجاد میکنه که باید با تلسکوپ های مادون قرمز دیده میشد ولی نیتروژن یخزده چیزیه که در مقادیر زیاد میتونه وجود داشته باشه و همین الان در پلوتو مقادیر زیادی از اون کشف شده اگه یخ نیتروژن باشه یا باید اندازه عموما بزرگ با درصد باستاب کم باشه یا کوچیک با درصد باستاب زیادتر باشه که این درصد باستاب دقیقا چیزیه که ما در پولوتو و ترایتون که مقادیر زیادی نیتروژن دارن میبینیم بنابراین نیتروژن بهترین کاندیدا برای ترکیب عموما بود ولی سوال این بود که آیا نیتروژن یخ زده میتونه در عبور از نزدیکی خورشید دووم بیاره برای این متخصصین شبیه‌سازی انجام دادن و دیدن که درسته که با نزدیک شدن به خورشید نیتروژن خیلی سریع تسعید میشه ولی نکته اینجاست که تسعید و تبخیر فرآیند گرماگیرن یعنی وقتی مقدار یخ تبخیر میشه یا تسعید میشه بقیه یخ سرد میشن و فرایند تسعیدش کند میشه طبق مدل سازی ها, ها با عبور از کنار خورشید 92 درصد جرم خودش رو از دست داده بود و برای همین این شکل کشیدگی و پنکیکی رو به خودش گرفته بود آها در زم بگم که با اینکه اکثرا این جرم رو به صورت نازک و سیگاری شکل ترسیم میکنن ولی احتمال زیاد مسطح و پنکیک طوره. چون اگه دراز و میله ای باشه خیلی احتمالش کمه که طوری به چرخه که نمودار نوری شبیه چیزی باشه که رصد شده ولی اگه دیسکی باشه احتمال دیده شدنش به شکلی که دیدیم بیشتره من هم احتمالا یک سیاره یخی مثل پلوتو بوده که در اثر برخورد یک جرم بزرگ باهاش یک قطعه ازش کنده شده و به سمت فضای بین ستاره ای پرتاب شده با تخمین عمر 500 میلیون سال و سرعت 26 کیلومتر در ثانیه که برای سرعت ورودش به منظومه شمسی حساب شده میشه تخمین زد که این جسم از بازوی کهکشانی برساوش که یک منطقه پر از ستاره های در حال شیگیریه نشد گرفته دقیق بخوام بگم حد زده میشه که این شی از سمت محدوده ای اومده که اطراف ستاره وگا یا نصر واقع که توی صورت فلکی چنگه و پنجمین ستاره پرنور آسمون شبه منجمه تونستن چندین ستاره تو محدوده رو شناسایی کنن که کاندیدای احتمالی منشأ آمامو درسته که شواهد نشون میده که این جسم یک تکنولوژی فضایی و یک سفینه فضایی نیست ولی باز هم به با عنوان اولین شیی که از خارج از منظومه شمسی وارد شده برای متخصصین و پژوهشگرا خیلی جذابه و خیلی دوست داشتن که بتونن بیشتر اون رو مورد مطالعه قرار بدن ولی دو ماه بعد از اینکه اون شی کشف شد اونقدر دیگه دور شد و کم نور شد که دیگه هیچ کدوم از تلسکوپ های زمینی قابلیت رصدش رو نداشته حالا اخیرا یه پروژه پیشنهاد شده به اسم معموریت لایرا که تحت اون اومدن پیشنهاد دادن که بیان یک سفینه ای رو بفرستن به سمت این آماموا تا بهش برسه و از نزدیک اون رو مورد مطالعه قرار بده بله درست شنیدید یعنی قصد دارن به یک شیعی که الان نزدیک 6 میلیارد کیلومتر از زمین فاصله داره و با سرعت 26 کیلومتر در ثانیه داره ازش دور میشه برسن رسیدن به خود این سرعت خیلی سخته چه برسه به سرعت خیلی بیشتری که باید بهش دست پیدا کنن تا بتونن به این جسم برسن بعد از اون سختن این که وقتی با این سرعت خیلی زیاد به اون شی رسیدن چه جوری حالا سرعت رو کم بکنن یعنی چه جوری ترمز بگیرن توی فضا که بتونن در مدار اون جسم قرار بگیرن و اونو مورد مطالعه قرار بدن یعنی یه مقدار خیلی زیاد انرژی لازم هست برای سرعت دادن به این سفینه و تقریبا همون انرژی لازمه که بتونیم جلوی سرعتش رو بگیریم و اون رو متوقف کنیم. یه چالش خیلی بزرگی دیگه پیدا کردن این شکل تو این فضای بیکرانه چون ما الان دیگه اون رو نمیبینیم و فقط طبق محاسبات میتونیم حدس بزنیم که الان کجاست و توی چه مسیری داره حرکت میکنه. با اینکه همه این کارا خیلی خیلی سخته ولی غیر ممکن نیست. و همین الان هم پیشنهاداتی برای انجام این ماموریت داده شده برای سرعت دادن فضا پیما میشه از کمک گرانشی استفاده کرد که به صورت مفصل تو این ویدیو در موردش صحبت کردم دو مسیر مختلف برای رسیدن به اموآموا طراحی شده و پیشنهاد شده یکی از اونها اینه که یک کاوشگر در سال 2030 پرتاب بشه و بعد از یک دو چرخش و افزایش سرعت 7 دهم کیلومتر در ثانیه دوباره به زمین برگرده و با کمک گرانش زمین و افزایش 3 دهم کیلومتر در ثانیه سرعتش به سمت مشتری بره بعد در نزدیکی مشتری یک تغییر جهت تقریبا 180 درجه ای بده و به سمت خورشید سقوط کنه و با دور زدن دور خورشید و با افزایش 7.2 دهم کیلومتر در ثانیه سرعتش به سمت آماموا حرکت کنه این کمک های گرانشی در کل افزایش سرعت 15 کیلومتر در ثانیه بهش میدن ممکنه بگید که این که کافی نیست خب قرار نیست فقط به کمک گرانشی اکتفا کنه توی اون مرحله سقوط به سمت خورشیدش موتورهای خود کاوشگر با حداکثر توان کار میکنن تا بیشترین شتاب را به سفینه بدن و در نهایت سرعت سفینه را به حدود 70 کیلومتر در ثانیه برسونن با این سرعت میتونه بعد از 22 سال به آماموا برسه این روش سختی و مشکلات زیادی داره نزدیک شدن به خورشید نیازمند سپر حرارتی خیلی زخیمیه که با اینکه وجود داره و همین الان کاوشگر پارکر داره ازش استفاده میکنه ولی 7 کیلو وزن داره که این وزن زیادی برای چنین کاوشگری خیلی زیادیه یه پیشنهاد دوم هم داده شده که ابتدا از کمک گرانشی زهره و بعد زمین استفاده کنه و بعد به سمت مشتری بره و در نهایت با کمک مشتری به سمت هدف حرکت کنه این مسیر با اینکه مسافت کمتری داره ولی به خاطر سرعت کمتر کاوشگر ده سال بیشتر از قبلی طول میکشه تا به آمواموا برسه این مسیر نیاز به حفاظ حرارتی هم نداره و به خاطر سرعت کمتر کاوشگر ترمز گرفتنش هم موقعی رسیدن به امواموا راحتتر میشه بنابراین انجام چنین معموریتی با تکنولوژی فعلی کاملا ممکنه فقط باید دید که آیا دستاوردی که این معمولیت داره نسبت به هزینش و اون تلاشی که باید براش بشه میارزه یا نه این مسئله ای که تقریبا همه پروژه های بلند پروازانه فضایی و نجومی و اینها باش درگیرن که وقتی که این پروژه ها عملی میشن و یه بودجه به خودشون تخصیص میدن منتقدای زیادی پیدا میکنن که میان اون هزینه زیاد این پروژه ها را زیر سوال میبرن که به نسبت اون دستاورت‌هایی که دارن نمیارزه و میشه اون هزینه رو صرف کارهای دیگه کرد البته منتقدین این پروژه نمیان بگن که مثلا این هزینه رو نکنید بیاید مثلا به مردم فقیر پول بدید توی همون زمینه علمی میگن پروژه های خیلی زیاد کم هزینه تری هست که میشه روش سرمایه‌گذاری بشه که فقط به اندازه اون پروژه های بلند پروازانه قابلیت مانور و تبلیغات و اینها نداره ولی های علمیش از اونها خیلی بیشتره نظرتون روزی ویدیو در مورد این موضوع حتما به من بگید که به نظرتون آیا این پروژه های بزرگ که خرجه خیلی زیادی دارن میارزن نسبت به اون دستاوردهایی که دارن یا میشه پروژه های کم هزینه تری هم پیدا کرد که با هزینه کمتر به های بیشتری برسن قبل از پایان ویدیو بذارین رو بگم که اگه این ماموریت به سمت آمو آمو انجام نشه برنامه پژوهشگر متخصصین این اینه که از این بعد حواسشون بیشتر به این نوع اجرام باشه و سعی کنن اونها رو قبل از اینکه دیر بشه کشف کنن و خیلی دقیقتر مورد مطالعه قرار بدن یا حتی هایی به سمتشون انجام بدن برای منظور تلسکوپ جدید به اسم وراسی روبین در حال تکمیله که توی سال 2025 را میفته و قراره با دقت و کیفیت بالایی که داره بتونه اجرامی مثل مواموا رو چند ماه قبلتر از اینکه به خورشید و زمین نزدیک بشن پیدا کنه پیش بینی میشه این تلسکوپ بتونه در سال تا 70 جرم شبیه آماموا که منشأ خارج از منظومه شمسی دارن رو پیدا کنه یک مأموریت جالب دیگه مأموریت سازمان فضایی اروپا به اسم رهگیر دنباله داره که قراره در سال 2029 پرتاب بشه و در نزدیکی زمین چند سالی در مدار بمونه تا به محض مشاهده یک جرم جدید که ارزش بررسی بیشتر داره به سمتش حرکت کنه و از نزدیکتر اون رو بررسی کنه این اولین مأموریتی خواهد بود که موقع پرتاب هدف مشخصی نداره خلاصه اینکه انسان هست هیچ تلاشی برای شناخت دقیقتر و بهتر آسمان ها و اون چیزی که درش هست دریغ نمیکنه. ولی بعد دید که چقدر این تلاش ها میتونه منجر بشه به یک آینده بهتر و روشنتر و تکامل انسان ها و یک جایگاه بالاتر برای همه خیلی ممنون که تو این ویدیو هم با من همراه بودید منتظر نظراتتون هستم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار